همیهنانم، در آستانه هفتم آبان روز کوروش بزرگ قرار داریم. پادشاهی که پیام آور عزت، عظمت، همزیستی مسالمت آمیز و مداراگری بود و بیش از 2500 سال پیش آزادی باور و مذهب را به رسمیت می شناخت و کرامت انسانی را پاس می داشت. گرامی داشته یاد و نام کوروش نه تنها یادآور ویژگی های نیک مدنی و اخلاقی ایرانیان است، بلکه کمک می کند که بدانیم ما به عنوان ملت ایران چگونه ایرانی را می خواهیم. ایرانی سربلند، یک پارچه و متحد، متشکل از اقوام و مذاهب و باورهای گوناگون و البته آراسته به ویژگی‌های ستوده دوران مدرن همچون دموکراسی و سکولاریسم. امروز کوروش بزرگ به منزله شهریاری که سربلندی را برای ایران به ارمغان آورده بود، الهام بخش عبور از تباهی کنونی نیز هست. ما برای رهایی از این رژیم انیرانی و ضد ایرانی که از روز نخست به دنبال جایگزینی امت اسلام به جای دولت ملت ایران بوده و دستاوردی جز فلاکت و ذلت برای ایران و ایرانی نداشته، بیش از هر زمان دیگر به یادآوری آنچه کوروش بود و انجام داد نیاز داریم. و بیدلیل نیست که در سالهای اخیر جوانان باهوش و دلاور ایرانی هفت آبان را به یکی از روزهای ایستادگی در برابر رژیم فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی بدل کرده اند. فساد و جنایتی که دو سال قبل در آبان 98 بیش از گذشته آشکار شد و هزاران ایرانی را به خاک و خون کشید. بر این بنیاد از شما هممیهنانم میخواهم با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ به هر شکلی و در هر جایی که هستید تلاش کنید تصویر یک ملت متحد، آزادیخواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهید. هر کدام از شما تلاش کنید نماینده ایران بزرگ و تاریخی باشید. جهان نبایستی ایران را بر اساس زشتی‌های فرقه تبهکار جمهوری اسلامی بشناسد. ایران از آن ملت ایران است، نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند. به امید رهایی و سربلندی، پاینده ایران.